سرخط مهمترین های امروز. نخستین نشانه ها که خوشبینی ها را نسبت به روند صلح قوت می بخشد. حکومت افغانستان سرانجام مشخص ساخت با کدام شاخه گروه طالبان دور میز گفتگوهای صلح بنشیند. طبیعی خبر ده چه قوی دلر پر طالبانی که لیاقت محمد منصور دلده چه غالبا لدی سر به خبری خیلی. اختلاف میان حکومت و شورای حراست و ثبات. آیا برگزاری انتخابات پارلمانی در تابستان یا خزان سال آینده توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را نقض نمی کند؟ ولی این که تاریخ مشخص انتخابات چه زمانی باشد، او تصمیمی است که باید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کند. رهایی نزدیک به 60 تن از بند طالبان در ولایت هلمند. وزارت داخله می گوید اکثر این افراد بیگناه بودند. ما در 48 ساعت گذشته دو عملیات بسیار مهم در ولسوالی سنگین داشتیم. و اعدام 47 تن توسط دولت عربستان سعودی. شیخ نمر روحانی برجسته شیعه در میان اعدام شده هاست. بنام خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در شنبه شب خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. حکومت افغانستان با ملا اختر محمد منصور رهبر تازه طالبان گفتگو می کند. شورای عالی صلح می گوید که شاخه قدرتمند طالبان همین جنگجویان زیر فرمان اختر محمد منصور است و قرار است با همین فرمانده گفتگو شود. همزمان با این گپ ها ملا نیازی معاون ملا رسول می گوید با گروه اختر محمد منصور بر سر آتش بس میان جنگجویانشان به تفاهم رسیدند. هرچند او باور دارد که اختر محمد منصور کشته شده است. قیام نوری با جزئیات بیشتر. آیا گفتگوهای صلح به مرحله تازه‌ای رسیده؟ قرار است به تاریخ 11 ماه جنوری همین سال نخستین نشست مقدماتی برای آغاز گفتگوهای صلح در پاکستان برگزار شود. شورای عالی صلح در پیوند با این نشست خیلی خوشبین است. میگوید این بار نمایندگان چین و آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت و افغانستان از این کشورها میخواهد که با پاکستان به آنچه که در نشست میگوید باید تضمین بدهد که عملی میکند. در کنار آن حکومت میخواهد با شاخه ملا اختر منصور رهبر تازه گروه طالبان گپ بزند. طبیعی خبر ده چه قوی دلر پر طالبانو که لیاقت اختر محمد منصور دلر ده چه غالبا لدی سره به خبری پیل شي. خو په هر صورت خبری پیل دل مهم دی، ځکه که خبری پیل شي دا د جنگ په کموالی او د جنگ په مشروعیت باندې یو مهم اغیز لري. این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. قرار است نمایندگان بلندپای حکومت افغانستان و پاکستان و شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان نیز در این نشست حضور داشته باشند. اما برخلاف خوشبینی های حکومت، آگاهان میگویند هنوز نباید این همه خوشبین بود. مذاکره کننده ای که با پاکستانی ها صحبت میکنند از جامعه مدنی ما هستم، جاوید کوستانی است، آقای قطب الدین هلال است، فوزی کوفی هست، آقای ناطقی است، عباس نویان است. ما هفته آینده یک شنبه پاکستان میریم، اما مذاکراتی را که حکومت میکنه میخواهد ضمانت بگیره از امریکا چین که پاکستان تخلف نکنه. خوشبینی به باور من قبل از وقت است، باید آدم احتیاط کرد. در آستانه این نشست مهم، ملا نیازی معاون ملا رسول رهبر شورای امارات اسلامی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که بر سر آتش بس با اختر منصور به تفاهم رسیدند. ما با اختر منصور بر سر آتش بس و تبادله زندانیان به تفاهم رسیده ایم. اما نزدیکان اختر منصور به ما اجازه دیدن از اختر منصور را ندادند. ملا نیازی می افزاید گروهشان باور دارند ملا اختر منصور در درگیری اخیر کشته شده است، برای همین هیبت الله اخوند معاون اختر منصور برایشان اجازه دیدار با منصور را نداده است. ملا اختر محمد منصور طرف گفتگوهای صلح افغانستان گزارش بود از قیام نوری.
حکومت افغانستان در واکنش به گفته‌های شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید اعلام دقیق زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است. ریاست جمهوری میگوید که حکومت تنها اعلام کرده است که در تابستان و یا خزان سال آینده توان برگزاری انتخابات را دارد. شورای حراست و ثبات تاکید دارد که انتخابات پارلمانی باید در بهار سال آینده برگزار شود تا لویه‌جرگه تغییر قانون اساسی به هدف تغییر نظام از ریاستی به صدارتی بر بنیاد توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی در ماه سنبله سال آینده برگزار شود. بشر احمد خسانی. حکومت افغانستان اعلام کرده است که در تابستان و خزان سال آینده آماده است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند، اما شورای حراست و ثبات که بیشترشان چهره های حکومت پیشین هستند با این تصمیم حکومت مخالفند. شورای حراست و ثبات تاکید دارد که مشروعیت حکومت وحدت ملی در تابستان سال آینده پایان می‌یابد و باید انتخابات پیش از تابستان برگزار شود تا لایحه جرگه تعدیل قانون اساسی در زمان معینان برگزار شود. باید در بین بهار و تابستان سال 1395 انتخابات ولسی جرگه شورای ملی و شورای ولسوالی ها برگزار شود که هم مشکل ناامنی را نداشته باشیم و در عین حال هم فرصت کافی داشته باشیم برای اینکه بتوانیم روی جرگه قانون اساسی را قبل از به اصطلاح انقضای عمر حکومت باید تدبیر کنیم. هرچند ریاست اجرایی گفته است تا زمانی که لوی جرگه قانون اساسی برگزار نشود حکومت وحدت ملی مشروعیت دارد، اما شورای حراست و ثبات تاکید دارد که بر بنیاد موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی مشروعیت حکومت وحدت ملی در تابستان سال آینده پایان می‌یابد. با این همه حکومت تاکید دارد که اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است که به‌زودی این کمیسیون ایجاد خواهد شد. با در نظر داشت اوضاع و همچنان آمادگی هایی که از جانب حکومت نیاز بود، ما اعلام کردیم که انتخابات ولسی جرگه و همچنان شوراهای ولسوالی های افغانستان در بین تابستان و خزان سال آینده برگزار میشه، ولی ای که تاریخ مشخص انتخابات چه زمانی باشه او تصمیمی است که باید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کنه. با این همه گفته های وجود دارند که به جای تاکید به برگزاری انتخابات در بهار و یا خزان سال آینده باید به شفافیت انتخابات اندیشید. این مهم نیست که در کدام تاریخ دولت خودشان تصمیم خود بگیرند، در کدام تاریخ امنیت بگیرند، اما نمیشه بدون ما در خانه خودش کمپین خود کنیم. موضوع کمپین بسیار جز مهم است. باید ما در هر نقطه، در هر ولسوالی، در هر قریه باید بریم کمپین خود داشته باشیم. دیده شود که سرانجام حکومت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها و لوی جرگه تعدیل قانون اساسی را چه زمانی برگزار خواهد کرد و آیا شورای حراست و ثبات در برابر حکومت می تواند از موضعش دفاع کند و یا نه. 59 تن که گفته می شود از مدت ها و این سو در هلمند در بند طالبان قرار داشتند در پی عملیات نیروهای ویژه آزاد شدند. مسئولان محلی در هلمند می گویند بیشتر این افراد که در بند طالبان قرار داشتند اشخاص بیگناه بودند. در همین حال وزارت داخله تاکید می کند که هلمند از اولویت های این وزارت است و در 24 ساعت گذشته دو عملیات مهم در آن اجرا شده است. عملیات برای رهایی 59 تن از افرادی که در طالبان به سر می‌بردند، عملیاتی که جمعه شب در منطقه شورکی ولسوالی نرسراج انجام شده است. گفته می‌شود که نیروهای ویژه با وسیله چتوال و نزدیک زندان طالبان منتقل شده و سپس عملیات آزادسازی را آغاز کردند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند هرچند می‌گوید بیشتر افرادی که در بند طالبان قرار داشتند اشخاص بیگناه هستند، اما تاکید می‌کند برای اینکه مشخص شود چه شمار از این افراد نظامی و چه شماری آن افراد عادی هستند بررسی‌ها جریان دارد. هرچند گفته‌ای وجود دارد که برخی از این افراد از دو سال پیش نیز به چنگ طالبان افتاده بودند و تا اکنون در زندان‌های گوناگون این گروه به سر می‌بردند. تعداد 59 تن از اشخاص بیگناه که در بند دشمن قرار داشت قوای خاص افغان توسط عملیات خود که دیشب به اوسا عملیات براندخته بود تانیستن که یعنی 59 نفر را از ساحه بیرون کنند و از زندان رها کنند به ساحه شوراب برسانند. بررسی جریان دارد که از چه قدر وقت میشه به اینجا زندانی بودن خوب به یک شکل منظم یا از زندان رها کنند.
نیروهای امنیتی در حال حاضر درگیر نبرد با طالبان در بخشهای از ولایت هلمند به ویژه سنگین هستند. وزارت داخله هم تاکید میکند که تامین امنیت هلمند در اولویتش قرار دارد و در 24 ساعت گذشته چند عملیات شدید در آن راه اندازی شده است. هنوز هم تمرکز نیروهای امنیتی افغانستان روی ولایت هلمند است. ما در 48 ساعت گذشته دو عملیات بسیار مهم در ولسوالی سنگین داشتیم که سنگین هنوز هم بخش عمده از تمرکز نیروهای امنیتی افغانستان است. در قسمت اکمالات، فرستادن مهمات، تجهیزات، هر آنچه که نیاز داشته نیروهای ما تکمیل شده. ولایت هلمند در ماه‌های اخیر گواهی درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. گفته می شود در این درگیری ها تلفات زیادی با نیروهای امنیتی وارد می شود و شماری از آنها نیز به دلیل گیر ماندن در میدان نبرد با اسارت طالبان در می آیند. مجلس نمایندگان پاکستان را به تجهیز، آموزش و حمایت از گروه داعش متهم می کند. معاون اول مجلس تاکید می کند که این کار پروژه تازه برای رسیدن به اهداف قدرت های جهانی است. برخی اعضای مجلس از رهبران می خواهند که به این همه ناامنی ها در کشور باید پاسخ دهند. نظرالدین مصنح گزارش می دهد. ظاهر قدیر پس از آنکه حکومت را متهم به حمایت از گروه داعش ساخت، امروز پاکستان را نیز متهم می سازد که در حمایت و رهبری گروه داعش در افغانستان دست دارد. در پاکستان پخوانی دو کورنه و چارو وزیر رحمان ملک دا خبره افشا کرده چه در داعش در دلی لومړی هسته په 2015 کال که په گجراوالا که خودل شوی ده. او تاکید میکند که حضور گروه داعش در افغانستان وسیله ایست برای اهداف برخی از کشورهای ابرقدرت. همه و همه ثابت میسازد که ما شکار پروژه های منطقوی و جهانی هستیم. حالا به نظر داشت این موضوع بر ما لازم است تا بیدار شویم. قرار است یکی از وزیران به روز دوشنبه از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شود. کاری که شماری از اعضای مجلس نمایندگان برای اصلاحات و فشار بر حکومت سودمند می‌دانند. در کابینه فعلی، در کادرهای مهم وزارتخانه ها تعدادی از وزرا هستند که واقعا ناکار آمدند. سوی استفاده صورت گرفته بینه و بین الله. ما به کسی اتهام نمیزنیم. یک تعداد کشورهای جهان و منطقه به خاطر دسترسی به مقاصد و منافعهای بعدی خود که بر اساس سیاستهای تنفس عمیق خود در منطقه ترک کردند، به فکر ایست که افغانستان را به تجزیه بکشاند. با این همه برخی ها نسبت به آینده ایشان ناامیدند و میگویند تا زمانی که برخی از ابرقدرت‌های جهان از جمله امریکا نخواهد، هیچ گاه امید برای تامین امنیت و پیشرفت در کشور به وجود نخواهد آمد. شب گذشته بر اثر حمله دو مهاجم انتحاری بر رستورانت در منطقه قلعه فتح‌الله کابل، دو فرد ملکی کشته و کم از کم 17 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله میگوید در این حمله دو مهاجم انتحاری دست داشتند که یکی از آنان کشته و یک تن دیگرشان بازداشت شده است. از سوی دیگر مردمی که در نزدیکی محل رویداد زندگی میکنند میگویند به آنان آسیب‌های مالی زیادی رسیده است. زکریای حسنی. قلعه فتح الله کابل لحظاتی پس از انفجار، تا این دم یکی از مهاجمان انتحاری که بر رستورانتی در منطقه قلعه فتح الله کابل حمله کردند کشته شده و یک تن دیگر آنان هنوز زنده است. جاده های منتهی به محل رویداد از سوی پلیس بسته شده و شمار دیگر از نیروهای امنیتی برای سرکوب مهاجم باقی مانده و اداره وضعیت خود را به محل رویداد رساندند. لمبی بسیار زیاد شدید بود که خانم داخلش کلش برادر مکمل زرم و خانه کلش چپه شد مکمل. یک کم روشنی شد، بعد کلک ما گریختیم، باز از اونجا بچه ها کلشان پس تاو خوردیم آمدیم اینجا. اندکی پسانتر و بر بنیاد این ویدیو، گویا نیروهای امنیتی موفق به بازداشت مهاجم باقی مانده می شوند و این گونه بر ترس و حراس باشندگان کابل نقطه پایان می گذارند. بعد از این که حمله توسط یک تروریست که در واسطه بوده انفجار می تن واسطه را و یک تن دیگه که در صاحب بوده و می خواسته بعد از حمله داخل رستوران شود، این حمله صورت گرفته. خوشبختانه که فرد تروریست دوم بازداشت شده. دو نفر از افراد ملکی که در صاحب بودن شهید هستند. یک نفر پرسنل امنیتیه این رستوران بوده که به شهادت میرسه و یک طفل 12 ساله است و 18 نفر دیگر از اهالی نازخمی هستند که به شفاخانه انتقال داده شده.
فردای آن شب با روشن شدن هوا، گستردگی این حمله و خسارات بجامانده از آن به خوبی دیده می شود. بیشتر منازل رهایشی در اینجا این گونه ویران شدند، اما رستورانتی که هدف اصلی انتحار کنندگان گفته شده است، تنها همین بخش از دیوار آن تخریب گردیده است. آن شمار از افراد ملکی که از این رویداد آسیب دیدند میگویند این حمله زندگیشان را با خاک یکسان کرده است. خدا که رحم کرده که ما مقه جورا مانیم از بالا پایین شدیم، یک معجزه است که اصلا سعی میکردی که از بالا چه رقم پایین شده، اگر موش میبود موش زنده نمیمون. یک درد بیکاری که مردم نان نداره، تمام روز در بدر سرگردان و آواره و مهاجر و دیگه و در دریا غرق میشن، این کفایت میکنه تو می خانه مردم رو به ایالت میرسانی. دهی بسته کوچه خانه سالم نمانده، نه برش مال مانده نه حال مانده. طالبان در حال نخستین حمله سال 2016 شان را انجام دادند که قرار است تا چند روز بعد دور تازه گفتگوهای صلح و میزبانی پاکستان برگزار شود. گفتگوهایی که تاکنون بارها به شکست روبرو شده و به گفته آگاهان با ادامه حملات طالبان ممکن این بار نیز این گفتگوها نتیجه چندان مثبتی در پی نداشته باشد. نهادهای دولتی باز هم نتوانستند بودجه توسعه‌شان را به گونه مکمل هزینه کنند. وزارت مالیه میگوید که در سال مالی 1394 وزارت‌ها و نهادهای دولتی به گونه میانگین 55% بودجهشان را هزینه کردند و این وزارت تلاش دارد در سال مالی جدید ظرفیت این نهادها را برای هزینه بودجه‌های توسعه‌ای افزایش دهد. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. افغانستان که بیشتر از هر کشور دیگر به ساخت ساز نیاز دارد و برای عملی شدن این هدف نهادهای دولتی پول دریافت می کنند، اما در آخر کار وزارت‌های مسئول با هزینه نکردن بودجه های توسعه‌شان از ساخت ساز و پیشرفت یک گام به عقب می مانند. از 183 میلیارد افغانی که برای پروژه های توسعه‌ای مانند ساخت مکاتب، جاده‌ها، بندهای آب و دیگر بخش‌های توسعه‌ای اختصاص یافته بود، نهادهای دولتی تنها کمتر از 100 میلیارد افغانیان را هزینه کردند. وزارت مالیه برای پر شدن این خلا تأکید دارد که در سال جدید مالی ظرفیت نهادهای دولتی را برای مصرف بودجه‌های توسعه‌ایشان افزایش خواهد داد. این خود بیانگر از این است که ما نسبت به سال 1393 مصرف ما باز هم تأکید می‌کنیم که با نظرداشت مؤثریت و مثمریت بلند بوده، اما برنامه‌های بعدی ما این است که در سال‌های آینده دیگه هم تلاش کنیم تا با ادارات مربوطه از نزدیک کار کنیم، اونا در قسمت ارتقای ظرفیت خود کار کنه که چطور ظرفیت مصرف ایجاد کنه و چطور مصارف خود را بلند ببره. مصرف نشدن بودجه توسعه سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد و در کنار آن درآمدهای دولت کاهش خواهد یافت. آگاهان اقتصاد می گویند که اگر نهادهای دولتی همین گونه بودجه های توسعه ایشان را هزینه نکنند، کشورهای کمک کننده کمکهایشان را کاهش می دهند و از همه مهمتر باورمندی ها کمتر خواهد شد. اکثر وقت بودجه انکشافی ما که تصویب میشه، بودجه انکشافی ما تا آخر سال 12-20% مصرف نمیشه، این پول کلش میمانه. در روز اول باید در شناخت پروژه و در وضعیت پروژه باید دقیق فکر شوه که این پروژه امکانات تطبیقش در اوجا هست یا نیستن و این از لحاظ اقتصادی برای قراداتی هم طاقت فرسا هستن. بودجه توسعه 1394 به 183 میلیارد افغانی می رسید که از این میان وزارت ها و نهادهای دولتی تنها 55% آن را هزینه کردند. مجلس نمایندگان امروز قانون خدمات ملکی، قانون امتیاز کادرهای انستیتوت امور و قانون گذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه را با اکثریت آرا تصویب کرد. پس از این با تصویب قانون خدمات ملکی، آزمون پست‌های ریاست‌ها و معاونیت‌ها در نهادهای دولتی از سوی خود نهادها گرفته خواهد شد. این در حالی است که مجلس نمایندگان پس از رد 9 فرمان تقنینی رئیس جمهور امروز این دو قانون را تایید کرد. تشکر. تقنینی شماره 82 مورخ 15/6/1394 در مورد تعدیل برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، البته 3 ماده است، ماده 10-11-28. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با استثناء 29 کارت سرخ رئیس، 29 کارت سرخ از دو جناح. با استثناء 29 کارت سرخ با اکثریت این فرمان تصویب شد. تایید شد.
123 تن از دانشکده ادبیات پشتوی دانشگاه تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی امروز مدرک فراغت دریافت کردند. این فارغان خواستار فراهمسازی زمینه کارند و میگویند بزرگترین دشواری جوانان پس از پایان دوره تحصیلیشان پیدا کردن کار و شغل است. اینان از حکومت میخواهند تا در زمینه بهبود بازار کار برای جوانان تحصیل کرده کشور تلاش کنند. هر کال په افغانستان کې خوشبختانه په ترګونو محصول دونه سفارغه خوندون کنه معلوم دی زما د ایوان په توګه تلې اول حکومت څخه دا غوښتنه چې دغه ځوان د کار زمينه برابر کړي قوانين داسې وځي شوی دی چې په لسان سره څوک نشي کولای چې خپل مطلب ته ورسیږي زده کړې ته به دوام ورکړي چې ما سره یو دکتورا تر کچې زده کړې وکړي تر څو دوی وکولای شي په آینده کې یو څه لاسته راوړي په اړه مهمترین ها از یک سپاسګزاریم که با ما هستید خدا نگهدار